گر خواهی شادی وجد حقیقی عیسی را در دل بپذیر گناهت پاک سازد شبت را روز کند قلبت را نو سازد دائم با تو ماند گر شادی وجد حقیقی عیسی را در پذیر شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست حکمت و بصیرت خداوند حکمت و بصیرت خداوند آیات کلیدی این مطالعه در امثال فصل 21 آیه 30 و اول قرنتیان فصل 14 آیه 33 می باشند دوست خوب من وقتی زحمت، گرفتاری یا مصیبتی در زندگی شما به وجود میاد اولین واکنش شما چیه؟ آیا شما بلا فاصله شروع می کنید با درک، شعور، دانش و توان محدود انسانی خودتون به اون مشکل به وجود اومده تو زندگیتون از تمام جوانب انسانی نگاه کنید و مشکلتون را بررسی کنید؟ یا که فوری سراغ اشخاص دیگه ای میرید و برای حل مشکل به وجود اومده تو زندگیتون از اونها راهنمایی میخواهید. یا که وقتی مشکل یا مصیبتی توی زندگی شما به وجود میاد برای مشورت اول به خدا روی میارید عزیزان این یه سوال بسیار مهمیه که باید حتما به اون جواب بدید چرا که نوع پاسخ شما به این سوال که وقتی مشکلی توی زندگیتون به وجود میاد اولین واکنش شما چیه نشون میده که در واقع اعتماد و اطمینان شما به چه کسی یا به چیه نشون میده که آیا شما در زمانهای دشوار زندگیتون به خودتون اتکا دارید یا که به انسانهای دیگه و یا به خداوند عزیزان لطفا دقت کنید اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید خداوند تمامی گناهان شما را آمرزیده و شما دیگه زیر غضب خداوند به سر نمی برید. در ایمانتون به عیسی مسیح خداوند شما را به فرزند پذیرفته و حال او پدر آسمانی شماست اگه با این وجود که شما گناهان خودتون را به خداوند اعتراف کرده اید، به ایسای مسیح ایمان دارید، در گناه یا گناهان دانسته و عمدی زندگی نمی کنید، ولی باز مشکلی غیر منتظره توی زندگی شما به وجود اومده، این می تونه به این دلیل باشه که خداوند پدر آسمانی مهربانتون می شما درس بسیار با اهمیتی را یاد بگیرید. بله خداوند گاهی اجازه ورود مشکلاتی را به زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح میده تا ما در طول آن زمان دشوار رویا رویی با آن مشکل خاص درس های مهمی از او یاد بگیریم در زمانهای دشوار زندگی زمانی که مشکل، چالش و یا مصیبتی جانکاه به ناگهان به زندگی ما وارد میشه این احتمال وجود داره که ما حضور و عملکرد خدا در زندگیمون را فراموش کنیم و برای راهنمایی و کمک گرفتن به سوی انسانهای دیگه ای بریم دوست خوب من وقتی ما سعی میکنیم اون مشکل به وجود اومده توی زندگیمون را با حکمت، شعور، دانش و توان محدود انسانی خودمون بفهمیم و بعد سعی کنیم تا اونا حلش کنیم اون مشکل بسیار بزرگتر، دردناکتر و پیچیده تر جلوه میکنه در مورد مشورت گرفتن از انسانهای دیگه هم باز همین مشکل به وجود میاد چون که انسان دیگه هم مثل خود ما هستن و حکمت، شعور، دانش و توانشون محدوده از این روی هرچه ما بیشتر به اونها گوش کنیم و بیشتر به عقاید و نظرات اونها در مورد مشکلی که توی زندگی ما به وجود اومده توجه کنیم بیشتر گیج میشیم و حل اون مشکل برامون دشوار و دشوارتر به نظر میرسه به طوری که پس از مدتی ما کاملا درمانده گیج و ناتوان خودمون را در برابر مشکلمون کاملا شکست خورده قلم داد میکنیم یک دلیل اصلی که چرا راهنمایی گرفتن از دیگر انسانها بیشتر ما را گیج و درمانده میکنه اینه که انسانها سعی میکنند در خارج از محدوده خواست خدا و راه ایمان فقط به او به ما کمک کنند و راه حلهایی را نشون بدند بنابراین این گونه تقلاها برای حل مشکلاتی که خداوند اجازه ورودشون را به زندگیمون داده هرگز مؤثر واقع نمیشند و هیچ کمکی هم به ما نمیکنند. برای جلوگیری از این دخمسه برای اینکه در مواجهه با مشکلات زندگیمون گیج و درمانده نشیم برای اینکه مشکلمون را از اونی که واقعا هست بزرگتر و پیچیده تر نبینیم اولین واکنش ما در روبروی با هر مشکلی در زندگی باید این باشه که اول به سوی خداوند پدر آسمانی مهربانمان بریم باید به سوی خداوند بریم با او مشکلمون را در میان بگذاریم و اجازه بدیم تا خداوند به ما نشون بده که چرا او اجازه داده تا اون مشکل خاص در آن زمان توی زندگی ما به وجود بیاد و همینطور از خداوند بشنویم که اگه خواست او اینه که این مشکل از بین بره راه قلبه برون چیه؟ خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح هرگز مایل نیست تا فرزندان خانواده الهی او گیج و سرگردان بمونند و ندونند چطور باید با مشکلات روزانه زندگیشون برخورد کنند خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح خدای نظم و انضباطه در کلام او در اول قرنتیان فصل چهارده و آیه سی و میخوانیم خدا هرج و مرج را دوست ندارد بلکه هماهنگی و نظم و ترتیب را آمین دوست خوب من خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح قادر مطلق دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضره انجام هیچ کاری برای او غیر ممکن یا حتی دشوار نیست. خداوند تنها کسیه که میتونه ما را در روبرویی با مشکلات زندگیمون هدایت کنه و بهترین راه غلبه بر اون مشکل را به ما نشون بده. عزیزان خداوند حتما به ما فرزندان عزیز خانواده الهی خودش کمک میکنه اگر ما فروتنانه از او درخواست کنیم. عزیزان لطفا دقت کنید خداوند پدر آسمانی ما و تعالیم او در کلامش به ما نمیگند که هرگز با هیچ انسانی مشورت نکنید بلکه خداوند میخواد در صورت بروز مشکلی توی زندگیمون حتی اگه میخواییم برای مشورت گرفتن سراغ انسانهای ای بریم اول به حضور او بریم اول با او صحبت کنیم و اجازه بدیم تا او اگر صلاح میدونه ما رو به سوی شخص خاصی که منظور خود اوست هدایت کنه گاهی خداوند میخواد توسط حکمت و دانش دیگر ایمانداران به ما کمک کنه و با همون حرف بزنه ولی مهم اینه که ما از خدا شنیده باشیم که به چه کسی مراجعه کنیم و کی و چگونه این ارتباط را به وجود بیاریم بنابراین دوست خوب من عاقلانه است تا ما ایمانداران به عیسی مسیح این عادت پسندیده را در خودمون پرورش بدیم که هر وقت مشکل، چالش، دردسر و یا مصیبتی غیرمنتظرانه در زندگیمون به وجود آمد اول به سراغ خداوند، پدر آسمانی مهربان، قادر مطلق و دانای مطلق خودمون بریم با خداوند گفتگو کنیم و اجازه بدیم تا او با ما صحبت کنه ما را نصیحت کنه ما را راهنمایی کنه ما را هدایت کنه و آرامشمون بده باید به خدا اجازه بدیم تا اون مشکل به وجود آمده در زندگی ما را از دیدگاه الهی خودش هم به ما نشون بده آنگاه پس از شنیدن از خداوند پس از شناخت دیدگاه او در مورد مشکلمون میتونیم با هدایت خود او به دیگر عزیز ایمانداری که خود خداوند ما را به سوی او هدایت میکنه بریم با او هم از مشکل خودمون و شنیده هامون از خداوند صحبت کنیم و در طی ملاقات با آن عزیز ایماندار اجازه بدیم تا خداوند از طریق او هم با ما صحبت کنه اجازه بدیم تا آن ایمان داره به عیسی مسیح هم برامون دعا کنه تشویقمون کنه و دلداریمون بده در کلام خدا در کتاب امثال فصل 21 و آیه سی میخوانیم هیچ حکمت و بصیرت و نقشه ای نمیتواند علیه خداوند عمل کند آمین شنوندگان عزیز از شما دعوت می کنم تا با خداوند پدر آسمانی مهربانمان صحبت کنیم خداوند پدر آسمانی مهربانم از تو سپاس گذارم که برای کمک و راهنمایی به من برای حل مشکلات زندگیم همیشه در کنار من هستی از تو سپاس گذارم که تو نه تنها قادری که هر مشکل من را حل کنی بلکه مشتاقی تا من برای دریافت راهنمایی و کمک اول به تو روی آورم خداوند به من کمک کن تا در زمانهای دشوار زندگیم گیج و دست پاچه نشم بلکه اول به سوی تو بیایم و از تو کمک بخواهم خداوند من به محبت، رحمت، وفاداری و فیض بیمانند پدرانه تو در حقم ایمان و اعتماد دارم. خداوند من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به زندگی من بیا و به من حکمت و توان بده تا بتوانم در اراده مقدس تو زندگی کنم و نام تو را جلال بدهم. در نام ایسای مسیح درخواست می کنم آمین شنوندگان عزیز چنانچه شما امروز به عیسی مسیح ایمان آوردید و حال سوالات محترمی دارید خوشحال میشم تا از شما بشنوم با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، فیض و آرامش الهی او همواره با شما آمین